بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخليقة وأعمالها وردها بنور الهداية عن الغواية وأمالها. أحمده حمد من احتسى من النعم ظلالها واكتسى سربالها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تثبت الأقدام إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله والجاهلية تشرع ضلالها، فلم يزل صلى الله عليه وسلم يكثر جدالها ويضيق مجالها ويدعو رجالها حتى عرفت حلالها وحرامها، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما خالفت الجنوب في الهبوب شمالها وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ابن نجيم رحمة الله عليه صاحب كتاب بحر الرائق، يكي از كتابه مشهور مذهب حنفيه، ميگوين كي معرفتي احکام حیض مهمترین بابها و مهمترین علمها هست، برای آن که بسیار مسئله های بزرگ برای این علاقمندی دارد، مانند طهارت و نماز و مانند طلاق و مانند عده و مانند استبراء و مانند روزه و مانند اعتکاف نشستن در مسجد و مانند حج و مانند در آمدن به مسجد و مانند قرائت قرآن، بسیار عملها به حیض و نفاس علاقمندی زیاد دارد. بنابراین دانستن حکمهای این چیزها بسیار از جمله مهمترین ضرورات برای فرزندان آدم است، زیرا یکان آیله نیست که در آن زن نباشد، زیرا که زن نیز جزء از جزء بشریت هست. عالم از زن و مرد عبارت است و هر یک مردها نیز علاقمندی با زن دارد و بی زن زندگی کرده نمیتواند. بنابراین دانستن آن احکام هم برای مردها و هم برای زنها از جمله ضروریات است و مهمات است. بنابراین مسئله دانستن حیض و نفاس در نزد شریعت خیلی مرتبه بلند است. حتی آنهایی که درباره حیض و نفاس علم دارند، الله تعالی مرتبه آنها را بالا می بردارد، زیرا حاجت انسانیت با عالمی که از درباره حیض و نفاس معلومات دارد بزرگ است. زیرا وقتی می شود که زن نمی داند که آیا برای او نماز واجب است، یعنی آیا نماز را خواند یا آیا روزه دارد یا ندارد، یا طهارت کند یا نکند، یا شوهرش آیا می تواند همراهی و علاقه کند یا نکند، در این حالت قدری آن شخصی که علمی حیض و نفاس را می داند می فهمد. بنابراین عالمان اسلام در این بار بسیار محنت ها و زحمت ها کشیدند. بعضی علما رحمت الله علیهم می گویند که در این باره همگی از جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 100 حدیث وارد شده است، با 150 طریق این حدیث ها وارد شده است، و بعضی عالم ها در این باره مانند امام نووی 200 صحیفه کتاب نویستند و گفتند که من همه مسئله های حیض را در این کتاب جمع کرده نتوانستم، و بعضی عالم ها 1000 صحیفه درباره حیض و نفاس کتاب نوشتند.
و یکی از عالم ها میگه تقریبا 500 صحیفه درباره علم حیض و نفاس احکام جمع کردم. بنابراین حتی امام نووی در عصر هفتم یعنی 700 سال پیش میگوید که وقد غلط فیه العلماء، در حقیقت در مسئله حیض و نفاس عالم های بزرگ خطا رفتند، خطا کردند از جهت مشکل بودن فهم این باب. حتی امام احمد رحمت الله علیه میگویند که مکست فیه 9 سنوات حتی فهمته، 9 سال علم حیض و نفاس را خواندم حتی فهمیدم. 9 سال وقت عالم از عالم ها برای فهمیدن باب از باب ها رفت. از این باب است، این کتاب نیست. علم حیض و نفاس باب از باب های کتاب طهارت است. علم فقه اگر از طهارت و نماز و روزه و زکات و حج و نکاح و طلاق و قضای و قدر و دیگر و دیگر احکام شریعت در بر گرفته باشد، شهادت و دیگر مسئله ها، یکمین مسئله کتاب در کتاب علم فقه این کتاب طهارت است. آخرین باب کتاب طهارت این باب حیض و نفاس است. در همین یک باب که این بسیار شریعت، یک اگر شریعت دریا قیم یک پیاله هست، شاید انا همینجا 9 سال عمر خود را گذراندم حتی فهمیدم. بنابراین نادرست است مسخره کردن اونهایی که با این علم مشغول میشن. ما چندین سالها در این موضوع صحبت نکردیم، یکان مراتب صحبت نکردیم. حالا ما از که این مسئله های ضرورات هست، حتی نیمیشم مرد از کار مانده شده می آید، خسته شده می آید، نمی داند که آیا زنش برای او حلال است یا برای او حرام است. حتی در نزدی داری عالم با پایش راست بیستد و بپرسد، حالتی می شود که برای هم زن و برای هم مرد نفهم می شود. خاصتا در این زمانی که علمی تیب ترقیات کرد و زنها بعضی نمودی تبابت ها را استفاده می کنند، مانند بعضی داروهای دانگی یا اینکه گذاشتن بعضی چیزها که در لغت عرب لولب می گویند و در اصطلاح ما با سپرال مشهور شده است، این چیزهای وقتی که می مانند و بعضی داروهای منع حمل را استفاده می برند، عادت زنها تغییر می‌یابد و خود زن نمی‌فهمد که آیا او یعنی با نماز است یا بی نماز است، آیا می‌تواند شوهرش با او علاقه کند یا نکند. در این حالت قدر آن شخصی که این احکام را می‌داند معلوم می‌شود. بنابراین این شریعت خواب باب عقیده باشد، خواب باب طهارت و خواب باب فقه باشد، برای این سبوک کرده نمی شود، گفته نمی شود که این مسئله های چی و چگونه مسئله را ذکر میکنی در نزد جماعت، این مسئله های عادی است گفته نمی شود. همه این چیزی که خدا میگه تنزیل من رب العالمین، این همه نازل شده از جانب پروردگار عالم است. هم باب عقیده هم باب فقه، این همشه نازل کنندش یگانه پروردگار است. در پایان خاتمه این دین مقدس اسلام الله تعالی گفت که الیوم اکملت لکم دینکم، امروز من برای شما دین شما را مکمل کردم. هم خواب باب عقیده باشد خواب باب فقه، الله تعالی همشه جمع کرد گفت که امروز من دین شما را مکمل کردم، یکون کمبودی نیست. گفتم بیان کرد در آخرین آیتی که از قرآن کریم به جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شده بود. اصلا جدا کردن شریعت به علم اصول و فروع، یعنی علم عقیده و علم فقه، این خودش محدث و پیدا شده است. چه خیلی که تقی الدین عبدالحلیم حرانی رحمت الله علیه بیان کردند، گفتند که در زمانهای قدیم، در زمانهای صحابه های تابعین و تبع تابعین ائمه اسلام، شریعت به دو تقسیم نمی کردن، گروه عقیده و گروه فقه گفتند.
بلکه همش نازل شده از جانب پروردگار است، درباره همه این آیات‌های قرآن است، احادیث جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. مسئله حیض و نفاس اگرچه به چشم عادی می نماید، آن این مسئله مربوط به ستون دین است، به نماز است. کی نماز میخواند، کی نماز نمیخواند، مربوط به طهارتی که کلیدی نماز است، مربوط به روزه است و به حج است، به قرائت قرآن است که سخن پروردگار است. چگونه ما این مسئله را تحقیر میکنیم؟ حتی اگر در باره این موضوع عالم ها صحبت کنند، بعضی شخصیت ها مسخره میکردند و این تا زمانه هست. این حاجتی به شریعت برای این چی محتاج است؟ در تمام عالم مادامی که انسان که هست، الله تعالی زنهای آنها را انه همین گونه خلق کرد که از آنها خونه می براید. بنابراین دانستن و اهمیت دادن به این مسئله ها یکی از مهمترین چیزها هست و دانستن آن ضرور است. حتی اگر در اهل دیهه و شهر کسی نداند، همه گناهگار می شود. زیرا یک شخصی نیست که حاجت مردم را برآورد، یک شخصی نیست که مردم به نزد او برگردند و مشکلی خود را بفهمند. اما مسئله معنای حیض در لغت عرب، این عبارت از کلمه از حرف حای و یای و ضاد هست. حیض گفته می شود که این از کلمه حوض یحیض و حیض و حوض حوض هست. همین کلمه گرفته شده است، حوض. این حوض کلمه عربی است و همین کلمه حیض گرفته شده است. معنای حیض چی است؟ لغتا معناش جاری شدن، مانند سیل جاری شدن، آمدن. حتی می گویند که سالتیل سموره تو، درخت سموره از خودش آب برآورد. وقتی که ما آب یا یکم خونه از درخت برآید، اگر جاری شود، در همون حوض می کند. حوض هم برای همون حوض نامیده شد که از جویبارها برای او آب جاری می شود. مطلق کلمه جاری شدن این حیض است. این یکم کلمه بی ادبی نیست و بی آدابی نیست. حتی قرآن در سوره بقره و در سوره طلاق در این باره سخن کرد. الله تعالی حیض نامید، پیغمبر خدا حیض نامیدند و این یکان معنای نادرستی ندارد. و در شریعت اسلام حیض خونی هست که از رحیم زنها، از آنجایی که جای کودک هست، جای جنین است، از آنجا خونی که میریزند در وقتهای معلوم در حالت درست و صحت بودن زن و در حالت غیر تولد. زیرا اگر زنک بیمار باشد و حیض نامیده نمی شود، یعنی بیماری مقصد بیماری خونی باشد و حیض استحاضه هست، و اگر بعد تولد زن این خون بیاید، این نام و نفاس است و حیض نیست. بنابراین حیض آن خونه که از قعر رحیم زنها در وقتهای معین بیرون می براید. این معنا با تعریف و لغوی و اصطلاحی کلمه حیض می باشد. اما پیدایش این، تاریخ این از کجا پیدا شد؟ برای چی خداوند برای زنها این یعنی خونه را برای آنها نصیب دانست و داد و به این مبتلا گردانید؟ بعضی علما، چه خیلی که حافظ ابن رجب رحمت الله علیه در فتح الباری که نام کتابشون فتح الباری است، از حافظ ابن حجر پیشتر نوشته بودن. حافظ ابن حجر از حافظ ابن رجب یعنی تقلید کرده کتاب خود را فتح الباری مانند بر تعریف کرده. حافظ ابن رجب بگوید که بعضی ها گفتند که این از زنهای بنی اسرائیل سر شد. زنهای بنی اسرائیل، یعنی اسرائیلی که ما میدانیم شهر اسرائیل، معنای اسرائیل یعقوب است، حضرت یعقوب علیه السلام. بنی اسرائیل فرزندان اسرائیل که فرزندانشان زیاد بود و قبیله قبیله شده، عددی آنها به زیاد رسیده بود. برای آنها چقدر پیغمبرها خدا فرستاده بود.
اینها در مسجد زنها و مردها نماز میگذاشتند، چه خیلی که در صدر اسلام، در سرشوی اسلام نیست، در مسجد زنها و مردها نماز میگذاشتند. امروز با ترقیات زمان اینم کار خوب است که زنها را مسجدهاشون را با دیگر چیزها پرده کردند و جدا کردند. زنها گاه در آشیانه یکم داده یا در بینای پهلوی خارست از خارچه نماز میگذارند و مردها را میبینند. خوب است دیگه، در زمانهای قدیم مشکل بود زنها را جدا کردن و مردها را جدا کردن. بنابراین پیغمبر خود گفتند که صفحای اول برای مردها، یعنی صفی هر چقدر مردها اگر صد صف باشند اول مردها صف میگیرند، بعد کودک ها، بعد زن ها، برای آمیختن شدنی مرد های و زن ها که اگر آمیخته شدن نمازاشون باطل میشوند. آنها در مسجد نماز میگذاشتند و زن ها و بنی اسرائیل میگویند که از مرد ها بلند شویم گفته به تحت قدم های خود چوب میبستند که از همدیگر بلند شویم. قدیم ها باید از اینها بلند باشد. حتی خداوند آنها را به حیض بلا گرفتار کرد و برای همون زنها حیض داد. افتگی سخنها را بعض شارحهای و بعض مفسرها در کتابها ذکر کردند و قولی که امام بخاری خدا رحمت و مغفرت کند مرتبهشون را بالا بردارد، گفتند که این از اولین مادری که خداوند مادری تمام انسانیت هست، حضرت حوا، از همون زمانه این حیض بود. از اولین زنهایی که خدا به دنیا آورد اینها حیض میدیدن. اما حافظ ابن حجر بسیار جمع خوبی کردن در کتاب فتح الباری خود که گفتن که جمع میکنیم این دو اختلاف را به این که اصلا حقیقتا حیض از زمانه حوا علیه السلام همسری حضرت آدم اولین آدمیزاد بود، لیکن وقتی که بنی اسرائیل این کار غلوب را کردند و به جایی که عبادت کنند و نماز گذارند قد بلندی کردند و خود را زیب و زینت دادند با چیزهایی که در خودشان نیست، یعنی قدی خودشان پست و قدشان را بلند کردند، خداوند آنها را با حیض مبتلا کرد، به بلا گرفتار کرد که زنی که حایزه به مسجد نمی دراید با همین از مسجد خدا آنها را قد نیاشان را دور کرد. یعنی پیشینه زنها نیز حیض می دیدن، لیکن زنهای بنی اسرائیل بسیارتر حیض می دیدن که 15 روز 16 روز در یک ماه حیض می دید شد. زیاد کرد عددی آنها را همچون جزا به این کاری نادرسته که اجرا کردن. برای چی؟ یعنی حیض از زمانهای قدیم بود. دلیلش چی است؟ دلیلش الله تعالی در باره زکریا گفت و اصلحنا له زوجه. زکریا پیرانسال بودند و دعا کردند که پروردگارا مرا به میراث خور نگذار، برای من یک فرزند ده. خداوند گفت که ما برای او فرزند دادیم و اصلحنا له زوجه، همسری وی برای حمل آماده کردیم، تیار کردیم. یعنی زنی که حیض نمیبیند از او فرزند میشه. بنابراین وقتی که سن و سال زنها به پیران سالگی میرسد حیض آنها کنده میشه. حیض آنها که کنده شد و قطع شد در این حالت از آنها فرزند تولد نمیشه. بنابراین خدا که اصلحنا له زوجه، ما زنی زکریا را صالح کردیم، زنش صاحب حیض کردیم که از وی فرزند تولد شود و برای اون ما یحیی را همچون پیغمبر فرزند کردیم در سنی 80 سال گذشته باشد. زکریا خیلی در بنی اسرائیل بود. این دلیل دیده از این با قوتر دلیل ابراهیم علیه السلام که این کس هم وقتی که از سنی 80 گذشته بودند و از پروردگار عالم فرزند طلب کردند، الله تعالی گفت که و امراته قائمه فضحکت فبشرناها بغلام حلیم. و زن ابراهیم علیه السلام ضحکت، گفت معنی ضحکت حیض دید، گفت در سن زیاده از 80 سالگی وقتی که حیض دید این نشانه فرزند است، زیرا که هر وقتی که زن حیض دید بعد پاک شدن از حیض تمام اعضاهای تناسلی و تولیدی زن آماده به قبول کودک می شود و جنین می شود،
بنابراین بعد حیض کدام انسانی که علاقه کرد فرزند علاقه در اکثریت حالات قبول میشه فرزند میشه. بنابراین خداوند به زن ابراهیم علیه السلام در سین پیرانسالی گشته حیض داد که یعنی زنی که حیض بوده از او فرزند تولد میشه. ابراهیم از موسی و از دیگر پیغمبران بنی اسرائیل پیشتر بودن، زیرا ابراهیم پدر اسحاق، اسحاق پدر اسرائیل یعنی یعقوب، یعنی از زمان بنی اسرائیل هم پیشتر زنها حیض میدیدن. چقدر که منه دلیلش از قرآن کریم ذکر کردیم که زن ابراهیم الله تعالی در قرآن ذکر کرد که حیض دید. اما قول صحیح چیخیل که گفتیم این از حضرت آدم علیه السلام که اولین انسانیت به این دنیا بودن، خداوند وقتی که حضرت آدم را به جنت آفرید، آدم در جنت وحشت و دهشت دیدن بیزن، خداوند از قبرغی چپ آدم علیه السلام همسر آدم حضرت حوا را آفرید، اولین زنی که خداوند آفریده بود این از قبرغی چپ حضرت آدم علیه السلام به دنیا آمد. وقتی که آنها در جنت زندگی میکردن الله تعالی گفت که از تمام میوه و درختان جنت شما تمتع کنید، از همه آنها تناول کنید، الا هذه شجره، غیر این درخت که به این درخت نزدیکی نکنید، یک درخت را همچون امتحان الله تعالی برای آدم و حوا حرام گردانید، که شیطان که البته دشمن لدود و اشدی انسان است در آنجا وسوسه را شروع کرد. وقتی که حضرت آدم علیه السلام هم با وسوسه شیطان و هم با مصلحت زن به این دعوا قبول آمدند و از آن درختی که خدا نهی کرده بود و حرام کرده بود تناول کردند، الله تعالی همچون جزا آدم و حوا را به زمین پرتافت و الله تعالی به مادری تمام انسانیت حوا خطاب کرده گفت که انا اکنون من از تو خون میبرارم، چه خیلی که تو خون این درخت را برآوردی و این را در دختران تو میگردانم، همچون مصیبت و همچون یک مشکلی برای این گناهی که تو کردی، این شکم گناه است، کثافت گناه است، لیکن هر چیزی که خدا میخواهد در آن خیر و رحمت و برکات است. الله تعالی این خون را اگرچه زنها در این هنگام درد میبینند و به شوهرها وزمین هست، لیکن این حکمت پروردگار است. این خون همچون غذا برای کودک است، انسان نیست که این خون حیض برای او غذا نشده باشد. همه انسان ها در شکم مادرش 9 ماه از همین خون غذا گرفتند. خداوند بزرگ این خون را با این حکمت در رحم مادران گردانید که وقتی که این خون می براید، این در حالت هایی که به فرزندی هر ماه اضافگی های خود را می برارد و در وقتی که کودک دار شد و در رحم زن کودک پیدا شد، از آن هنگام 9 ماه خون نمی براید. این غالباً است و این اقرار اهل علمای طب است که اکثریت زنها که شریعت حکم اکثریت را نشان می دهد، اکثریت زنها در حالت حامله دار بودن خون حیض نمی بینند و این نشانه حامله داری هست. وقتی که خون که کنده شد و دیگر از زن خون حیض نآمد، دلالت به آن می کند که این زنک حامله دار شده است. برای چی؟ برای که این خون غذا برای آن کودک به واسطه رشته ناف کودک از همین خون غذا می گیرد. و بعد اینکه کودک به دنیا آمد، حکمت پروردگار را ببینید که این خون الله تعالی مبدل به شیر میگرداند که به پستان مادر شیر میشه. بنابراین در هنگام زن تولد کردن باز تا فرزندش به شیر برآمدن اکثریت زنها خون نمیبینند. هست زنهایی که خون میبیند، لیکن این چیزها استثناء هست. اینه در پایان در باب استحاضه ذکر میکنه. یعنی اصلا این خون حیض
در هنگام کودک در شکم مادر بودنش برای کودک غذا هست. بعدی کودک به دنیا آمدن این خون خداوند پاکترش و خوبتراش و تازه‌ترهاش مبدل به شیر میگرداند، افلاس‌ترهاش و خبیسترهاش مبدل به نفاس میگرداند. که در چیل روزه که بعد تولد کودک از زن و خونه که جاری میشود، این همون خونهای خبیس و پلیدش است. خونهای تازه‌ترش الله تعالی مبدل به شیر میگرداند که آن کودک میگرداند. حتی آن شیری که از مال حاصل می شود، از گاو و بز و اسب و دیگر چیزها، این هم از خود خون آنها پیدا می شود. این خدا در قرآن کریم ذکر کرد که از بین خون ما شیری صاف و تازه خالصه می برانیم. قدرت ما باور نمی کنیم. خدا الله تعالی در این باره در قرآن کریم سخن کرده است. خلاصه حکمت حیض این است که بعض حکمت هاش متعلق به کودک است. اما مسئله یعنی که زنی که حیض میبیند برای او چی حادثه ها میشود و کدام کارها اجازت است و کدام کارها اجازت نیست، در این باره ما که در باره اول علامت های حیض صحبت میکنیم که حیض چگونه علامت دارد. علامت های حیض باید این را زنها خوب دانند و مردان از چقدر که در برای ذکر کردیم، همه به این در مبتلا هست و هر روز برای هر یک انسان که صاحب آیله هست و زن و فرزند هست و دختر دارد و خواهر دارد، برای دانستن این چیزها واجب است. علامتی حیض این است که اولی که علامتش با رنگ شناخته می شود، رنگش سرخی به نورتر است که گاه ها به لایقتر، رنگ لایتر مبدل می شود، گاه ها به رنگ سبز مانند، گاه ها به رنگ خاکستر مانند، گاه ها به رنگ زرده. این یکی از علامت ها به واسطه علامت به رنگ است، دیگر به واسطه بوی هست که بوی غلیظتر میکند و بوی بهتر دارد، که این گفتیم که سبب مشکل بودن فهمیدن علم حیض و نفاس برای عالم ها مشکل بودنش، برای اینکه اکثریت عالم های فقه ها آنها مرد هستند و این چی حسیاتن نحس نمی کنند و آن در آنها که این چیز نیست، برای آنها فهمیدن این چیز خیلی مشکل بود و همزمان مشکل بودنی دانستن طبیعت زنهای تمام دنیا، زیرا که زنها در دنیا زیاد هستند و جایهای منطقه‌ای که آب و هوای آنها گرمتر است و منطقه‌ای که آب و هوای آنها خنک‌تر است و منطقه‌های نامی و خشکی و منطقه‌های دنیا، آنهایی که در جزیره ها زندگی میکنند، آنهایی که در خشکی ها زندگی میکنند، زنها طبیعت‌های زنها گوناگون میشوند. از این لحاظ فهمیدن علم حیض و نفاس خیلی مشکل بود برای علما. بنابراین امام نووی چقدر که در بالا ذکر کردن گفتن که بسیار علما در این مسئله خطاگی ها غلط ها کردن. خلاص یکی از علامت های این با واسطه بوی می شود، چقدر که با واسطه رنگ می شود. دیگر علامتش این علامت درد که زن همراهی دیدن خون این عادت ماهانه میگویند، در این حالت کمی علم دارد، درد دارد و همزمان چی بعضی زنها این در مدد ندر همه زنها از حرارت دارد. این چیزها یکی از علامت های یعنی که حیض میشود. و دیگر مسئله این کارهایی که برای زنها در حالت حیض بودن حرام میگردد. اولین عملی که برای زن حایزه، زنی که حیض دید، برای او این حرام می شود، این عبادت نماز است. الله تعالی برای او نماز را حرام گردانید. نماز اگر خواند درست نمی شود، نماز از گردن او ساقط می شود و بعدی از حیض پاک شدنش هم نماز را قضا نمی دارد. تصور کنید که اگر یک زن 5 روز اگر نماز نخواند، 5 وقت 25 وقت نماز را، بعد گذشتن این عادت ماهانه خود، بعد پاک شدنش 25 نماز برای او وزنینی می کند.
قضا داشتن 25 وقت نماز برای زن مشقت است، از مهربانی پروردگار است، از مهربانی شریعت اسلام است که نماز را از زن در این روزها ساقط گردانید، که حقیقت هم برای او درد است، هم ناپاکی است، هم اگر الله تعالی برای او نماز را امر کند این مشقت است، که یکی از قاعده های بزرگ شریعت المشقت و تجلب التیسیر، مشقت آسانی را طلب می کند. دیگر عملی که برای زن حائض حرام می شود این روزه است. در ماه مبارک رمضان زن حائض روزه نمی دارد، لیکن بعد گذشتن ماه رمضان زن روزه را قضا داشته می دهد، زیرا که روزه در 12 ماه نیست، روزه فقط در یک ماه است. زن همین 5 روزه که یا 3 روزه که در همین رمضان روزه نداشته بود، آن را بعد گذشت رمضان 3 روز قضا داشته می دهد، یا 5 روز موافق عادت زنها قضا داشته می دهد، صاف. اما نماز اگرچه از روزه درجهش بلند است، لیکن مشقت که هست شریعت او را بخشد. و همچنین برای زنها قرائت قرآن نادرست است. قرائت قرآن و با دست گرفتن قرآن کریم، کتاب مصحف، قرآن نادرست است. لیکن ذکر کردن، بسم الله گفتن، الحمدلله گفتن، ذکرهای پگاهی و ذکرهای بیگاهی کردن، توبه کردن، خدا را همیشه یاد کردن، عبادت کردن، طعام پختن، نان پختن، دیگه همه کارها حلال است که زنهای بنی اسرائیل، زنهای یهود، اگر زنها حیض بینند، شوهراشون و مردهاشون همراهی اونا سخن نمی کردند، همراهی اونا صحبت نمی کردند، همراهی اونا نمی نشستند، همراهی اونا طعام نمی خوردند، طعامشون نمی خوردند، که همش نادرست است. اما نصرانی ها باشند با زن حائض علاقه جنسی می کردند، اگرچه خون است و نجاست و افلاس است، و اینکه همراه هم خوابگی می کردند. شریعت اسلام شریعت حقیقت و عدل و مابین که است، گفت که طعام آنها را خوردن، لباس آنها را گرفتن، با آنها داد و گرفت کردن، صحبت کردن، نشستن، همش درست است. فقط علاقه جنسی در جایی که آنجا ناپاک است و افلاس است و نجاست است و خون است، در آنجا نادرست است. لیکن پیغمبر خدا اسمعوا کل شیء الا النکاح، شما از زن استفاده دارید غیر اینکه شما نکاح نکنید، یعنی جماع نکنید، گفتن به جایی که آنجا موضع نجاست است و آنجا نزدیکی نکنید، لیکن بوسه کردن و دیگر جا، یعنی استفاده بودن از دیگر اعضاهای او غیر اون دو جایی که خدا حرام گردانید، یکی مطلقا حرام است که این یعنی دو بوری زن، قفای زن است و دیگری پیش زن است، فقط در حالت حیض. دیگر در همه حالت ها، در همه ساعت ها، در همه روز ها حلال است. این سخنهایی که سه شنبه نادرست است و پنج شنبه درست است و این همش سفسطه ها است، سخنهایی که به شریعتی تازه، شریعتی که مقصد دارد، شریعتی که عقل انسانیت میگیرد، این نادرست است. هر شب درست است، هر روز درست است، هر ساعت درست است، فقط در همون حالت حیض نادرست است. حتی در حالت حامله‌داری درست است، پیش از حاملگی یک دقیقه پیشان درست است. این سخن قرآن است، سخن پیغمبر است. بنابراین ما باید اعتقاد درست کنیم که زنها در این حالت اگر 5 روز و اگر بعضی ها 7 روز هست، بعضی ها 10 روز هست، 10 روز تمام نکنند که تمام میکنند، 10 روز اگر من لباس نشد که لباس میشه، این نادرست است. حتی پیغمبر خدا ناملی این خمره، من به جای نماز گرامت یافتم حضرت عایشه گفتن که اینی حائضون یا رسول الله، من حائض هستم. قال لیس حیضتو که فی یدیکی، لیست حیضتو که فی یدیکی، حیض دستتان به نیکی گفتن گرامت یافتن. بنابراین یعنی زن حلال است، پاک است، فقط از روی نماز خواندن درست است، روزه داشتن درست است، حج کردنش درست است، غیر طواف، اسمعی کل شیئین، همه عبادت حج به جا بیار، گفتن حضرت عایشه، غیر الله تطوفی بالبیت، همیشه که عرفات براو، به مزدلفه راو، مینا و راو، سنگهای پرتا، صفا و مروه هم اجرا کن، لیکن طواف نکن، گفتن طواف میسده میسده گرد کعبه، طواف زدن، دعوه زدن، برای زنی حالی زن آقا است. این نشه میتن، منتظر میشه.
حضرتك آقای که اون یک کردم هم مزنه ها حج میکنون در عین حج حیز دید گریه کرد که همه حج میکنون و من میلیستم پیامبر خود افتن که همه کار را کن غیر این که تواف کنید ذاک شیء کتبه الله علی بنات آدم این یک چیزی که خدا اینو برای فرزندان آدم نوشته است این زنی مسلمان ها فقط حیز نمیبینن همه زنهای دنیا حیز میبینن از قدیم ایام تا امروز یعنی این چیزی که به تمام دختران آدم الله تعالی به آدمیزاد دختر اینه مکتوب کرده است و نوشته است و اینه تقدیر کرده است بنابراین یکان جای زقی و غمگینی ندارد گفته همسر خودشون دل برداری کرده یکی از عملهایی که گفتیم بعد اینکه نماز درست نیست و روزه درست نیست و طواف درست نیست قرائت قرآن درست نیست در آمدن به مسجد درست نیست در آمدن زنها شاید میبینم برای خانواده شاید میبینم برای تعلیم گرفتن نادرست است در آمدنش در حالتی که ناپاک است دیگر نماز عبادت ها درست است رو ذکر کردن و مثلا دعا کردن و اینها درست است و دیگر عبادت این علاقه کردن علاقه جنسی اینه چیزی که در بالا اشاره هم شد درست نیست حرام است و این در بعضی کنفرانسی های علمی یک طبیب زنی از دولت های اروپا خسته میگوید که من چیزی کشف کردم در عصر های 20 یک عصر پیشتر بین 1900 و 2000 یعنی این هم همان است که در وقت علاقه جنسی در حالت حیض ضرر هست هم برای مرد و هم برای زن این از روی تیب ضرر هست یک طبیبی از طبیبهای مسلمان ها میگوید که میبخشه ما و الله تعالی 1400 سال پیش از این جانب در این موضوع معلومات داده است در آیه در قرآن کریم در سوره بقره آیه 222 الله تعالی میگوید که ویسالونک عن المحیض مردم آمده تو را درباره حیض میپرسند پیغمبر و قولی ما میراث قرآن پیغمبر بعدی پیغمبر آمده میپرسند قل هو اذا فاعتزل النساء في المحيط بگو در جواب پیغمبر که هو اذا وی اذیت است وی ضرر است همون خون خون ضرر آور است وی اذیت است فاعتزل النساء في المحيط شما کنار جویی کنید از زنها در آن هنگام یعنی با آنها در جای خون همخوابگی نکنید در این هنگام چند روزی که حیض میبینند در این هنگام برای آنها نزدیکی نکنید به معنای جماع نکنید اما دیگر نزدیکی کردن چه که میگفتیم معانقه به آغوش گرفتن و دیگر و دیگر درست هم درست هم بود فقط الله تعالی انا همان خون نجاست که هست به عضو انسان وقتی که میرسد این ضرر دارد برای بدن انسان همه نجاست ها ضرر دارد همه چیزهایی که نجاست از افلاس هست و ضرر دارد بنابراین شریعت پیغمبر خدا گفتن بینید آنهایی که در ترقیات قدم گذاشتن شاید در یک روز یک مراتبه دهانش را با دندان شویک و با داروهای آن بشوید یکی پیغمبر خدا چی گفتن؟ اگر مشکلی نمیشد در یک روز پنج مراتبه شستن با امر میکردن زیرا در یک مراتبه شستنی دهان 200 میلیون میکروب ها از دهان دور کرده میشن میگه آلمونی تیپ یعنی چرا همه چیز در آیه خدا فی قل هو اذن وای خون اذیت است در این هنگام شما به زنها ها نزدیکی نکنید و ضرر است فاذا تطهرن وقتی که از حیض پاک شدن و بعد حیض پاک شدن و غسل کردن فاتوهن من حیث امرکم الله ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین بعد اینکه از حیض پاک شدن و غسل کردن پس شما همراهی آنها همخوابگی کنید به آن جایی که خدا امر کرده است زیرا که خدا تازه ها را دوست می‌دارد پاکیزه ها را دوست می‌دارد و شخصانی که توبه می‌کنند آنها را نیز دوست می‌دارد و کسی که اگر همراهی زنش علاقه جنسی کند در حالت بیماری زن غیر اینکه این ضررهای طبی و جسمی دارد گناهگار که می شود و کار حرام هم اجرا کرد غیر از این با کفاره برای او واجب است که پیغمبر خدا گفتند دینارم او نصف دینارم یا یک دینار می دهد یا نصف دینار می دهد یک دینار برای چه پیغمبر دو خیلی سخن کرد
Jak dino, jo nimi dino, albo te nimi dino, a z jak dino farty z jodola. Jak dino, czor gram w asad bistupanj milu gram tillo myśl. Jak dino. Jeni in jak dino, jak gram tillo im wuzy na afu panjo dolaras. In akriban jak dino rimu hazar somo myśl. Jo hazar somo tia, jo pansad somon sadakatia, kafolash. این چیکی روزه هم کفاره داره، گناه هست، کفاره داره. یا یک دینار یا نصف دینار، برای چی شک؟ دو خیل. ابن عباس فتوا داده گفتن که برای آن گفتن کسی که مثلا یک زن هفت روز حیض ببینه. روز هفتم کدام شمهره که اگر همراهی همسرش هم در حالت خون اگر خفت خواب کنه و نصف دینار بده. زیرا که شش روز طاقت کرد، شاید طاقتش طاق شد. بنابراین شریعت سمو کرد، پرنس هست سمو، یعنی نیست فی دینا. آنه که در بدایت روز هست، و یک دینا بیدن، یا که در بدایت ها، در سه اول، به سه تقسیم بکنیم، شش روز باشد، دو روز اول، دو روز اول، دو روز آخر. اگر در سه روز اول اجرا کرده باشد یک دینا، در سه روز آخر کرده باشد، نیم دینا صدقه میکنم. گفتیم که به نرخ این روزه یک دینا هزار سامان است، نصف دینا 500 سامان است. و در باره آن چیزی که برای زنی حائض حرام میگردد بیان کردیم. اما بعض احکام های حیض، حیض خودش کی به زنها پیدا میشود؟ اکثر علما میگن که در سن 9 سالگی. در سن 9 سالگی زن یعنی از او حیض جاری میشود. امروز افسوس که بسیار آدم ها دیر آمدن، نه امروز دیگر روز بسیار سخنهایی که ما از ساعت 12 اینجا ذکر کردیم اما نشنیدم. اگر میشنیدم باقی مدتش میفهمیدم. درس مشکل که هست باید اولش فهمیدن لازم. این درس ها، این نمودی موضوع ها، موضوع هایی که به همدیگر علاقمندی دارد، مانندی علمی میراث. کدام شخصی که در درس اول علمی میراث نباشد، درس دویوم و سیوم و دهم و صدوم نمیفهمد و آورا نشود. این همه خیلی متعلقیت دارد. مشکل است خیلی که در بالا ذکر کرده. بسیار افسوس است که نشونیده. بنابراین باید حرکت کنیم که یا به اون گذشته شد گوش کنیم که مسئله های مهم بود. خلاص در سن 9 سالگی این اکثریت قول علما هست. هست زنهایی که ممکن در سن 18 سالگی حیض بینه یا از 9 سالگی هم بر وقت تر. لیکن اکثریت زنها در سن 9 سالگی هست. سبب اختلاف علما در باره حیض و نفاس زیاد بودن آنها برای اون که وقتی که پیغمبر در این مسئله ها سخن کردند و همگی صد حدیث از پیغمبر خدا وارد شده است گفتیم این 1400 سال پیشینه واقع است. این یک. دومینش اسلام در آن زمانی که پیغمبر زنده کردند در اطراف جزیره عرب بود. فقط دولت های عرب قبول کرده بود و پیغمبر مدت 23 سال که فعالیت کردند و از دنیا گذشتند تا آن زمانه ای که اسلام به دیارهای فارسی زبان و دیگر در به منطقه های اروپا رسیده بود یا به منطقه های افریقا پیغمبر خدا از دنیا گذشته. سوال هایی که به پیغمبر شده بود این همش از زنهای عرب بود و از زنهایی که در جزیره عرب نشسته بودن از آنها بود. بنابراین پیغمبر به آن سوال ها جواب گفتند. اما زنهایی که چه گرفتیم در منطقه های خنوک مانند جای های ما زندگی میکنند اینها خونبینی اونها از آنهایی که در جای گرم زندگی اونها فرقیت دارد. بنابراین آلین هایی که در هر زمان زندگی کردن همون زمانه خودشون دیده فتوا میدارد. امروز ما که در زمانه ترقیات هستیم و میتوانیم آلین های جای گرم کتاب شگیریم آلین های جای خنوک گیریم عالم های افریقای و اروپای و عرب و همشه پیش ما آماده دیده بایم برای ما شاید مشکل تر شد اینش این سخن میگوید اینش این لیکن ما روز روی آنها رو فهمیم که آنها به جاهای خود موافق سخن کرده است. حتی امام شافعی گفتن که از همه عجایب ترین زنه که در دنیا دیدم یک آچه یکی در سن 19 ساله آچه شده است. 19 ساله دختر آچه هست. یعنی در سن 9 سالگی حیض که دید به شوهر برآمد و در همین 10 ساله نشده علاقه در آخر 9 سالگیش فرزنددار شد دختر 10 سالگیش هم دختردار شد. در سن بدایت سن 19 سالگیش
دخترش هم تولد کرد و این زنک در آخرین 19 سالیش علکه آچه شد و مادر کلام شد و گفتن که امام شافعی و هر من عجب ما را ایت فی النساء و این از همه عجایب ترین مسئله که در مسئله بر وقت تولد کنی زنها دیده بودن گفتن یعنی سبب ذکر این مسئله آن است که یعنی از سن 9 سالگی هم خون میبینن مقصد چیه؟ برای چی ما سن بدایتش میابیم؟ برای اون که رفت و اگر در سن 6 سالگی خون بیند ما اگر گوییم که خون از سن 9 سالگی بیاد که این سن 6 سالگی خون خونی حیث حساب نمی کنیم و یک استحاضه حساب می کنیم دیگر خون خونه که نماز هم درست است و که روزه هم درست است علاقه هم درست است برای چی فایدهش برای این و زیادترینش بسیار علما میگو که 50 سالگی بسیار علما میگو 60 سالگی و درستری قول که حد و حدود ندارد برای که زن ابراهیم در سن 80 سالگی حیض دید زن زکریا از سن 80 سالگی مولاگی حیض دید یعنی این حتی زنهای بودن در سن های پیران سالگی تولد میکردن ناماشان 90 بایو 80 بایو این ها همین همین سبب گرفته شده است بنابراین این حد و حدود ندارد همون زنه که یعنی که حیض که دید ما حکم میکنیم که حکمش حیض برای چی؟ برای که در حکم در این دانستنش ضرور است محترم جناب در حالت حیض طلاق دادن زنک حرام است غیر اینکه در بالا نماز درست نیست و روزه درست نیست و همخوابگی درست نیست و مسجد در آمدن درست نیست و قرآن خواندن درست نیست و قبیدن درست نیست غیر این با چی درست نیست؟ این طلاق دادن هم حرام است کسی که زنش در حالت حیض طلاق دهد یا در حالت بعد حیض هم خوابگی کردن طلاق دهد این هم گناهکار عظیم است و طلاقش می شود یا نه این در باب طلاق است خلاص این مسئله ها دانستن این ضرور است و برای همه که همه محتاج است افسوس که وقت شد در باب استحاضه این خونه که از زن بسیار میبرد مثلا یک زن عادتش 7 روز خون میدید هر ماه 7 روز در این مدت 7 روز به یک خلاف نماز نمیخوند روزه نمیدارد همخوابگی نمیکند دیگر و دیگر چیزایی که گفتیم نمیکند لیکن فرض کردیم که یک زن بعد 7 روزگیش دوام داد خونش 8 روز 9 روز 10 روز ماه پره شد سال پره شد در زمان پیامبر یک زن آمد یا رسول الله 5 سال این جانب از من خون جاری میشود چی کنم؟ مشکل است پیغمبر گفتن که اینها لیست به حیلی و حیض نیست گفتن اینها رکبت من رکبات شیطان این ضربه از ضربه های شیطان است گفتن این از دیگر رگ ها آمده است خون حیض از قعر رحیم از قعر یعنی کودکدان بچه‌دان از قعرش میاد اما این گونه خون ها گفتن از دیگر رگ ها میآید از بالاتر رحم میآید و این فرقیت هاش هم هست هم با بویش هم با رنگش هم با دردش زیرا که خون استحاضه درد ندارد خون حیض درد و الم دارد اگر چه کم هست یا بسیار هست بنابراین با این علامت هایی که این گفتیم و در بالا علامت های حیض گفتیم باید زنها این فرقش برمند در حالتی که حیض باشند چیزهایی که گفتیم حرام است اجرا نمی کنند در حالت استحاضه است شب و روز از رو خون جاری می شود این ضربه از ضربه های شیطان است گفتن پیغمبر خدا یعنی مقصد برای نمازش و ایران کردن از اون خون جاری می کنند تا اینکه برای نمازش مشکل شود پیغمبر خدا گفتن که وقتی که هر زن محترم جماعت عادت خودش جاشه می داند آیا سری ماه با خون می بیند یا آخری ماه با خون می بیند یا موبین ماه با ماهانی خودش می بیند می داند جاشه که می داند وقتی که از همون حدود گذشت همون روز غسل می کند 7 روز بعضی عادت چه روزش هم می داند امروز این سبب سپرل و دیگر داروها عادت های زن های ویران کرد بنابراین از روی شریعت خود سپرم نادرست است ماندنش برای اینکه ضرر به جسم زنک دارد شریعت برای مردم وزنگینی نمی خواهد شریعت می خواهد که برای این مردم ضرر برسند چقدر سپرم ماندگاه بیمار است چقدر سپرم ماندگاه بعد این لب بگو این چیزه بعد این دیگه فرزند نشود از آنها بسیار در آتاز به این طرف و اون طرف بگم که فرزند چرا دیگه نمیشه همچنان استعمال داروهایی که هم حیض من میکند یعنی در ماه رمضان مثلا یک زن بود که بیا در همین ماه مبارک روزه دارم همین داروی استفاده دارم و
روزه رو مکمل دارم باید بعض آقا میگون درست است لیکن همون داروهایی که موقتا حیض من میکنه نه پروره پروره اگر من کنم دیگر کودک نمیشه زیرا که چه خیلی که گفتیم این حیض یک خونی هست که وقتی که از رحم زن میبراید همراهی برآمدنش چقدر میکروب‌ها رو از عضوی تناسلی زن دور میکند که این برای مرد هم فایده دارد و همزمان بعد خالی شدن این خونها از رحم رحم زنها یک تخمهای هورمونا جدا میکند که وی برای قبول نطفه آماده میشود و برای تیار کردن جنین رحم مادر آماده میشود این همش برای یعنی فایده انسان است برای دور کردن ضرر از انسانیت پس هیچگاه شریعت مشقت نمیخواهد برای اون که یک چیزی که مثلا بهانه زیاد فرزنددار شدن یا مشکلی یا بیماری یا مشقتی فرزندهای پیدر همراه با ما رسانیدن باشد این دیگر علاج ها دیگر علاج هایی غیر شریعت اجازت دادگیش که باید توابق بکنه بنابراین این چیزها بسیار مهم است و وقت هم هم گذشت و در باره نفاس صحبت نکردیم نفاس چخیره که در بالا گفتیم حیض وقتی که اصلا برای غذای کودک است وقتی که کودک 9 ماه اصلا غذای استفاده برد بعد تولدش همون غذای چخیره که گفتیم خدا تازه هاش خون حیض رو بدل به شیر میگرداند و افلاستراش رو بدل به نفاس میگرداند و همش برآمده میرود و تازه میشود این نفاس 40 روز اکثریتش از زنها بعد تولد جاری می شود در این هنگام هم 40 روز آن کارهایی که به زنی حایز نادرست بود به زنی حایز هم نادرست است و کمترینش حد و حدود ندارد شاید بعضی زنها یک بار دفعتا همون خونهای غلیظ و خبیثش می براید و پاک می شود در مدت یک روز دو روز یا 5 روز همین که ماندگی 30 روز دیگر باید تازه است برای همش درست است فقط در یکمین کودکش منتظر می شود برای چی؟ 5 روز خونی نفاق زیدو دیگر نه آمد مثلا منتظر می شود برای آن که احتمالی بده 20 روز با بیاید در مدت 40 روز نمیدونم اما یکم کودکشم به 20 روز خوندی دویم کودکشم به 20 روز خوندی سیوم کودکشم به 20 روز خوندی یعنی البته عادتش معلوم که شد بعد 20 روز نمازاش میخوند غسل میکند و نمازاش میخوند روزه میکند همه چیز برای او آن چیزهایی که موقتا حرام گشته بود باز گشته حلال میشود سبحانک اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک نعم بكم خدا و آقای ما شما مغفرت بکنم الله تعالی از احکام شریعت با خبر ماندنی تمام مسلمان الله تعالی توفیق دهد الله تعالی جمله نمازگزارانی که برای ادای عبادت آمده الله تعالی گناه های ما شما کبیر صغیر مغفرت بکند و الله تعالی دنیا و آخرت ما شما را آباد گرداند فرزندان ما شما را به کمال رساند الله تعالی آن بیمارای اهل اسلامی که هستند آن را برای آن الله تعالی شفا دهد مسافران دیار را الله تعالی سفرشان خیر و مبارک و دوباره به وطن سالم و غانم برگشتن برایشان الله تعالی نصیب روزی گرداند و یک برادر دعا طلب کرده بودند که مشکلی به سرشان آمد از خدا مشکلی حضرت آسان بگرداند و مشکلی تمام نحاضرین و مشکل جمله مسلمانه الله تعالی آسان بگرداند و بدای آفات های اثر دیاری ما دور گرداند از زلزله و آبخیزی و کم آبی و قحطی و گرسنگی و قیمتی و دیگر و دیگر مشکلی و مصیبت ها جمهوری ما را آباد بگرداند همیشه تینجی امانی نصیب روزی گرداند تمام نعمت های خودش را برای ما ارزانی بفرماید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.